بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز دانشکده فنی مهندسی شهید با هنر شیراز، دانشجویان رشته مهندسی برق. امروز به نظر میاد اگه اشتباه نکنم 16 فروردین 1401 هست. هم تبریک میگیم عید نوروز رو که حالا 15 روز هم ازش گذشته، همین که تبریک میگیم فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو، انشالله که از دعای خیر ما رو فراموش نکنید و استفاده کنید دیگه انشالله از این ماه پربرکت که به مهمانی خدا ما رو بردن و دعوتمون کردن. خب عزیزان، ما قبل از عید یکی دو جلسه داشتیم، حالا یه جلسه کنسل شد و اینا، یه جلسه کامل داشتیم که جلسه اول آنالیز برداری رو ما کار کردیم، برداران معرفی کردیم که حالا یه بردار چی هست، بردار یکه چی هست، بردار یکه رو وقتی معرفی کردیم گفتیم محورا در حقیقت چجوری کار میشه، تجزیه بردار رو گفتیم، یه سری اعمال ریاضی هم روشون انجام دادیم به صورت مقدماتی مثل جمع و تفریق و ضرب و اینا، حالا با روش های مختلف، و در حقیقت رسیدیم به این جلسه که این جلسه بسیار مهم هست، چون در حقیقت بیس ریاضیات الکترومغناطیس شما رو تشکیل میده و خیلی خیلی اهمیت داره. عزیزان اگر صدا و تصویر من رو خوب دارن یه بله بنویسن. خب خیلی هم خوب، متشکر. تشکر از عزیزان که همه حواسشون جمع هست. ببینید عزیزان، شما کلاستون اولین که بیشتر از این تعداد هست، حالا من نمیدونم بعضی از دانشجوها میخوان کی دیگه بیان کلاس، این یه مسئله. اگر میشناسید دوستاتون رو که حالا این درس رو دارن، بهشون اعلام کنید که کلاس رخ جلسه دومشه، درس سنگین هست و اینجوری نیست که حالا ما بگیم بله من الان اینجا درس دادم تموم شد رفت. نه عزیزان، باید مقداری محکم‌تر باشیم توی در حقیقت خوندنمون و کار کردنمون. این یه مسئله بعدی دوستان، هر آن ممکنه کلاس حضوری بشه. من قرار بود از 14 فروردین حضوری باشه، حالا گفتن تا خوابگاه مرتب بشه، خوابگاه دانشجویی حالا دانشجوها ثبت نامشون انجام بشه، احتمال داره شاید هفته آینده حضوری بشه، شاید هم نشه، نمیدونم. ولی شما این رو در حقیقت تو ذهنتون باشه که اگر حضوری شد سریع بتونید تو کلاس حاضر باشید و دیگه وقتی حضوری بشه دیگه ما تدریس این شکلی نداریم اصلا که من مثلا ضبط کنم کلاس رو بذارم توی آپارات که مثلا بچه‌ها بخوان بیان ببینن اینا، نه، فقط تدریس سر کلاس هست و هرچی سر کلاس بود، چون دیگه وقت ضبط کردن نداریم. خب دیگه بدون هیچ در حقیقت معطلی، من الان نزدیک 3 دقیقه صحبت کردم، بریم سراغ درس و کلا کاری که باید امروز انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب کاری که امروز میخوایم انجام بدیم، اول معرفی دستگاه‌های مختصات هست. ببینید عزیزان، من میرم دیگه رو نرم افزار دوربین، اگر احیانا حالا مشکلی بود دیگه حالا برمیگردم مجدد توی اسکایون و میبینیم که دانشجوها دارن چی کار میکنن. خب من از گاهی که درس میدم برمیگردم و چک میکنم میبینم که حالا دوستان دچار مشکل نباشه. میخوایم در مورد دستگاه‌های مختصات توضیح بدیم. ببینید من همین الان اول قضیه لب مطلب رو براتون بگم، بعد میریم توی توضیحاتش. ببینید دستگاه‌های مختصات، ما 3 تا دستگاه مختصات داریم. امیدوارم که این خوبه. خب یه دستگاه مختصات داریم ما، دستگاه مختصات مستطیلی، یه دستگاه مختصات داریم دستگاه مختصات استوانه‌ای، یه دستگاه مختصات داریم دستگاه مختصات کروی. مستطیلی رو با دکارتی هم معرف میکنیم. حالا اینا چی هست؟ خوب دقت کن، حواستو جمع کن. اگر امروز فهمیدی دستگاه مختصات چی هست، ریاضیاتش رو متوجه شدی، دیگه تو حل مسائل الکترومغناطیس یه اونجاهایی که با ریاضیات درگیر هستی دیگه آنچنان مشکلی نخواهی داشت. این جلسه و جلسه بعد ما دیگه آنالیز برداری رو تموم میکنیم
و از جلسه بعدترش دیگه شروع میکنیم فصلهای الکترومغناطیس. عزیزان خوب دقت کنید. میخوایم اول بگیم اصلا دستگاه مختصات چی هست؟ ببینید شما توی الکترومغناطیس یا حالا هر جایی که با مکان سر و کار داشته باشید و با توابع مکان، یعنی چی؟ ببین شما تو الکترومغناطیس باید یک سری حل مسئله هات رو، یک سری تابع هایی که تو مسئله تعریف میشه، حالا تابع ریاضی هستن یا حالا شکلایی که دارن، اینا رو باید بدونی کجا چقدر هستند. نگاه خوب دقت کردی، گفتم مقدار این تابع ها رو، یا اگه برداری باشه جهت تابع ها رو بتونی توی فضا تشخیص بدی، بتونی بگی کجا این چه شکلی میشه، ها بتونی ببینی مثلا از یه نقطه به یه نقطه دیگه چقدر تغییر میکنه. ببین یعنی من دارم با زبون بی زبونی بهت میگم عزیزم اون تابعی که داری تو داره ارمانش حرف میزنی تابع مکان هست، یعنی اگه مکانت عوض بشه اون تابع هم عوض میشه. دقت میکنید خیلی از توابعی که شما تو الکترومغناطیس سیستمش اینه، شکلش اینه، جاش عوض بشه خود تابع مثلا مقدارش عوض میشه. خب وقتی داری با این توابع کار میکنی خیلی مهم هست که تو اون نقطه های فضا رو بتونی بشناسی. شناختن یعنی چی؟ یعنی بفهمی که نسبت به یک جایی نقطه کجا هست، نسبت به یک جایی زاویه‌اش چقدره مثلا، ها؟ تا بتونی تشخیص بدی کجا هستی. ما تو هوا همجور که نمیگیم اون نقطه A، اون نقطه B، نقطه C، اینجا نقطه D، نه دیگه، ما اینجوری اصلا کار نمی کنیم. باید بتونی با یک روش علمی یک مبنای مقایسه ای پیدا کنی. مبنای مقایسه یعنی چی؟ یعنی اگر خواستی نقطه A رو نسبت به نقطه B، نگاه الان این نقطه B، این نقطه A، میخوای نقطه A رو نسبت به نقطه B بسنجی، ها ببینی A کجاست B کجاست. همین کلمه ای که میگی کجا هست یعنی باید نسبت به یک جای مشخص که همه میدونن اونجا چیه، ها مثلا من میگم این گوشه کلاس مبدا منه، نسبت به اینجا همه رو میسنجم. مونتا اینی که نسبت به مبدا من چجوری مشخص کنم که این جسمم، این چه میدونم این نقطه کجا هست، اینو باید یک مبنای مقایسه ای داشته باشیم که هممون رو اون مبنای مقایسه ایه اشتراک داشته باشیم، یعنی هممون بشناسیمش. اگر من بهت گفتم مبنای مقایسه این مثلا اینه، دیگه تو نمیخواد فکر کنی بگی استاد شریفی مبنای مقایسهش چی بود اصلا، نه دیگه من میگم اینه، تو هم میگی خب من اینه رو من میشناسمش. خب مبنای مقایسه‌ای که ما باش کار میکنیم چی هست؟ بهش میگن دستگاه مختصات. همین اون مبنای مختص، مبنای مقایسه‌ای که من میشناسم و تو هم میشناسی بهش میگیم دستگاه مختصات. حله؟ خب حالا دستگاه مختصات یا همون مبنای مقایسه‌ای من سه نوع مختلف هست، سه نوع مختلف. دستگاه مختصات مستطیلی یا دکارتی، بهش کارتزیان هم میگه، دستگاه مختصات استوانه‌ای و دستگاه مختصات کروی. استوانه سیلندریکال، کروی اسفریکال هست، ها؟ سه تا دستگاه مختصات، یعنی سه تا مبنا ما داریم. خب ممکنه سوال کنیم استاد شریفی ما این سه تا مبنا رو برای چی داریم؟ خب یه مبنا میگیریم هممون تو یه مبنا کار میکنیم دیگه. از سوال خوبیه دیگه عزیزم، سوال خوبیه، ها؟ که این سه تا مبنا برای چی ما روی مبنا کار نکنیم، ها؟ چرا نمیتونیم و احتیاج به مبناهای دیگه ای داریم، احتیاج به دستگاه مختص؟ چرا فقط نمیتونیم مستطیلی دیگه، ساده ترین دستگاه مختصات خیلی وقتا دیگه، ها؟ و پرکاربردترینش هست. میگیم چرا همیشه نمیایم از این مستطیلی استفاده کنیم؟ دلیلمون چی هست؟ اینی که میایم استوانه یا کروی رو تعریف میکنیم دلیل چی هست؟ دلیل این هست که همه مسائل با مختصات مستطیلی حل نمیشوند، همه مسائل با مختصات مستطیلی دیدگاه مناسب به تو نمیدهند، ها؟ بنابراین شما باید بتونی دستگاه های مختصات دیگر تعریف کنی. ببین عزیزم این بازی و ریاضیه، ها،
این بازی ریاضی، یعنی اینی که فکر کنی من دارم اینجا چه ریاضیاتی درس میدم، اینا نه عزیز من، این بازی ریاضیه. من اومدم دستگاه مختصات مستطیل رو تعریف کردم، خب نوش جونم، بعد میام دو تا حالت دیگه هم میگیرم، میگم اینا هم بچا قشنگه ها، اینا هم یاد بگیرید. اگه یه مسئله، من مثال میدم آخر جلسه ها، مثال براتون حل میکنم، میبینی که فقط تو مستطیل، توی کرویه داره حل میشه، دقت میکنید؟ اینی که دستگاه مختصات مختلف رو ما کار میکنیم به خاطر اینکه دستمون باز بشه. یه کسی میخواد کار کنه، یه تعمیر کار، فقط شما مثلا پیچگوشتیه چه میدونم دو سو بهش میاد، دو پخ بهش میدی، ها؟ خب این پیچگوشتی چهار پخ هم میخواد، آچار فرانسه هم میخواد، انبر دست هم میخواد، دنباری کم میخواد، چه میدونم انبر قفلی هم میخواد، کلی ابزار میخواد دیگه. این میخواد کار کنه با اینها، درسته؟ خب بنابراین اینا ابزارهای ما هست. همونجوری که جلسه اول اصلا بهتون گفتیم، کل ریاضیات ابزاری در دست فیزیکدان، ابزاری در دست شیمیدان، ابزاری در دست مهندس ها، و این ابزار بسیار قوی هست. با این ابزار ما میتونیم کار کنیم دیگه. خب بیایم اینجا، قبل از اینکه اینا توضیح بدم یه نکته رو دقت کنید. ما تو هر دستگاه مختصاتی برای اینکه یک نقطه رو مشخص کنیم سه تا پارامتر احتیاج داریم. نگاه گوش کن، سه تا پارامتر احتیاج داریم. من هنوز اصلا معرفی نکردم اینا رو ها، ولی میخوام ببرمت نقطه اصلی، ببرمت لب چشمه، اون اصلیه رو بهت بگم، بعد میام یکی یکی اینا رو معرفی میکنم. میخوام بگم بابا و سلام، ما دنبال چی هستیم، بعد میام یکی یکی اینا رو معرفی. خب سه تا مختصه میخوایم ما تو دستگاه مختصات مستطیلی، X Y Z، یعنی یه نقطه ای مثل A رو، نقطه A رو با سه تا مختصه معرفی میکنیم، X Y Z. دیگه شنیدی دیگه، طول عرض ارتفاع مثلا، ها؟ تو دستگاه مختصات مستطیلی. تو دستگاه مختصات استوانه ای هم سه تا مختصه میخوایم یا سه تا پارامتر. نقطه A رو با سه تا پارامتر معرفی میکنیم، چیا؟ رو، فی، زد. استاد این زده که همینش، بله زد همونه، فرق نمی کنه، زداشون فرقی نمی کنه. ها؟ توی دستگاه مختصات کروی هم ما سه تا پارامتر میخوام، یعنی یه نقطه رو باید باسه ما داریم میگیم عزیزم، اون سرنخ رو گم نکنه، من گفتم فضا رو میخوایم معرفی کنیم. خب تو فضا هم نقطه هست، مثلا میگم نقطه A چجوریه، چجوری معرفیش کنم من؟ میگم تو دستگاه مختصات مستطیلی با ایکس و ایگرگ و زد معرفیش میکنم، تو دستگاه مختصات استوانه ای با رو و فی و زد میام مشخص، اینا رو میگم چی هست، با این سه تا میایم مشخص میکنیم. تو دستگاه مختصات کروی نقطه A رو با آر، تتا و فی مشخص میکنیم. خوب دقت کردی؟ الان اصل مطلب رو برات گفتم. تو هر دستگاهی، تو هر مبنای مقایسه ای ما یه نقطه رو با سه تا مختصه که فرق میکنن اینا با جز زد اینجا و این دوتا فیه که اینجا ما داریم، اینا فرق میکنن. یه نکته رو دقت کن، خوب حواست جمع بشه، من هنوز هیچی درس ندادم ها، فقط دارم مقدمه میگم، گوش کن. برای حل مسئله قبل از این که هر چیزی رو بخوای الان معرفی بکنی، باید اول بتونی بشناسی، ببینی این نقطه ای که بهت داده مثلا میخوای تبدیلش کنی، بری اعدادش رو به دست بیاری، چه میدونم زاویه، اندازه، هر چیزی بخوای از این نقطه به دست بیاری، اول باید بفهمی که این نقطه تو کدوم دستگاه مختصات به تو داده، ها؟ این نقطه رو کجا بهت دادن؟ تو مستطیلی بهت داده، استوانه‌ای بهت داده، یا کروی؟ ممکنه بپرسی خب استاد شریف اینی که سه تا مختصه به ما میدیم از کجا بفهمید تو کدوم دستگاه هست؟ خیلی راحت میتونی بفهمی، همین الان دقت کن. ببین عزیزم، X Y Z اینا همه طولن، یه عددن ها، عددمون طوله، طول طول طول، سه تا فاصله، سه تا طولن، مثلا طول و عرض و ارتفاع بودا، طول که دیگه یه مقداری، یه فاصله ایه، عرض هم یه فاصله ایه، ارتفاع هم یه فاصله ایه، بالاخره یه مقدار طولی دارن دیگه، درسته؟ حالا
تو استوانه ای رو طوله زدم طوله فی زاویه است. اونی که زرنگ بود متوجه شد، یعنی اگر بهت داد مثلا 2 و 3 و 6، این 2 و 3 و 6 قطعا تو مختصات مستطیلیه، اون نقطه تو مختصات مستطیلیه، ولی یه موقع بهت میگه 2 30 درجه 4، خب 2 30 درجه 4 قطعا تو مختصات استوانه‌ایه، چون وسطش زاویه داده به ها، اون مختصه وسطی زاویه. خب استاد چفی زیریه چیه؟ کرویه چیه؟ ها کرویه رو هم دقت کن. آر چیه؟ آرم طوله، تتا و فی دوتای زاویه، زرنگا گرفتن ها. یعنی اگر دوتا مختصه دومم زاویه بهت داد، کجا هستی؟ کروی هست. مثلا به تو گفت 3 37 درجه 45 درجه، کجا هستی؟ توی مختصات کروی هستی. بنابراین شناخت اینا رو همه الان تو ذهنت باشه. ایکس ایگرگ زد مستطیلی، ستاش طول، رو فی زد استوانه ای، طول زاویه، طول آر تتا فی کروی، طول زاویه زاویه. اینا رو تو ذهنت باشه. خب این از این. ببینیم عزیزان تا اینجا سوالی ندارن؟ عزیزان اگر سوالی ندارید یه خیر بنویسید. اگر سوالی ندارید یه خیر بنویسید. خب خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. خب من میرم روی ادامه تدریس. میخوایم یکی یکی اینا رو عزیزان معرفی بکنیم. قبل از اینی که معرفی بکنیم من بهت بگم خود دستگاه مختصات، اصلا قبل از اینکه این مستطیلی استوانه کروی رو بگیم، خود دستگاه مختصات خودشا، یعنی وجود دستگاه مختصات یه سری چیزها رو داره باید تو ذهنت باشه. یک، یعنی ویژگی ها در این ویژگی های دستگاه مختص. یک، خوب دقت کن، از برخورد 3 صفحه متعامد. ما کلن اگر بخوایم یه دستگاه مختصات تشکیل بدیم باید 3 تا صفحه داشته باشیم. با 3 تا صفحه میتونی یه دستگاه مختصات رو در حقیقت داشته باشی، تشکیل میشه. خب 2 صفحات 2 به 2 بر هم عمود هستن. وقتی میگیم صفحه ها 2 به 2 بر هم عمود هستن، یعنی بردار یکه هاشون بر هم عمود هست، محور دارن. نگاه، گفتم در مورد بردار یکه، بردار یکه درست رو محور تعریف میشه. حالا میبینی بردار یکه یک محور میشه عمود بر اون صفحه‌ای که اون محوره برش عموده. یعنی اگر یه محور اینجوری بگیری، یه صفحه اینجوری، بردار یکه‌ای که مال این محوره هست عمود بر این صفحه میشه. خب 3 دارای مبدع مختصات هستن. مبدع مختصات محل تلاقی 3 محور عمود بر هم است. حالا میبینید توی شکلها مشخص است. خب این گفتیم 3 تا صفحه باید داشته باشه تا بتونیم در حقیقت دستگاه مختصات تشکیل بدیم. ببین کلمه اون حرف 3 رو ببین من چقدر دارم میگم. میگم 3 تا صفحه داریم، 3 تا محور داریم، هر نقطه ای 3 تا مختصه داره یا 3 تا پارامتر داره. اگر بخوای آ رو به دست بیاری تو مستطیلی ایکس و ایگرگ و زد رو باید بدونی.
توی استوانه رفی زد رو باید بدونی، توی کروی آر تتا فی رو باید بدونی. اگر بخوای نقطه رو به دست بیاری باید سه تا صفحه رو به هم عمود، به هم برخورد بدی. پس نقطه توی دستگاه مختصات، هر نقطه در دستگاه مختصات محل تلاقی سه صفحه دو به دو عمود بر هم است. آه چه جمله ای شد، چه جمله ای شد، جمله عجیب غریبی. ولی حالا توی وقتی یکی یکی اینا رو براتون گفتیم این جمله رو قشنگ میفهمید چیه. شما میخوای یه نقطه رو توی دستگاه مشخص کنی. خب گفتیم سه تا پارامتر برای هر نقطه لازم داره دیگه. حالا تو مستطیلی ایکس ایگر و زد، استوانه رفی زد، کروی هم آر تتا فی. سه تا مختصه برای اون نقطه نیاز داره دیگه. میگیم اون سه تا مختصه چجوری به دست میاد؟ بچه ها هر مختصه ای خودش میتونه یک صفحه رو برای شما مشخص کنه. هر مختصه ای، مثلا اگر ایکس ثابت باشه صفحت ایگرگ زده. ها؟ اگه ایکس ثابت بود صفحت ایگرگ زده، اگه ایگرگ ثابت بود صفحت ایکس زده، اگه زد ثابت بود صفحت ایکس ایگرگه. ها؟ دقت میکنید؟ بنابراین ثابت بودن هر کدوم از اینها میتونه صفحه رو برای تو مشخص کنه. من شکل میکشم دقیق متوجه میشه. حالا اون صفحه‌ای که مشخص می‌شود، مثلا x ثابت باشه دو تا صفحه، یه صفحه y زه، y ثابت باشه یه صفحه x زه، z ثابت باشه یه صفحه x y. پس سه تا صفحه ایجاد شد. اگر بیای این سه تا صفحه رو با هم برخورد بدی، جایی که این سه تا صفحه به هم برخورد می‌کنن یه نقطه میشه. اون نقطه همون نقطه‌ای که شما دنبالش می‌گردی که x و z‌شو می‌خوای پیدا کنی. این ریاضیات قضیه هست. یه مقداری حالا از پیچیدگی بیایم بیرون، یکی یکی این دستگاه مختصات ها رو معرفی بکنیم. خب من میرم برای معرفی دستگاه مختصات. پس دستگاه مختصات صفحه داره، محور داره و دیگه چی داره؟ مبدأ مختصات. دستگاه مختصات مشکل نیستیم. مستطیلی رو میخوایم معرفی کنیم اینجا یا دکارتی. نگاه من یه خط میکشم که اینا رو بتونی با هم مقایسه کنی. دستگاه مختصات استوانه ای. خب خیلی کوچولو شدیم استوانه ایمون. دستگاه مختصات کروی. ببین من میخوام همه اینا رو مشخص هست دیگه روی شکل. یه لحظه من این پرده رو بکشم که این توی سیستم نباشه. ببخشید یه لحظه. خب بهتر شد. خب دیگه اگر مشکلی نباشه ما دیگه کتمون هم در بیاریم راحت تدریس کنیم. خب عزیزان تا اینجا سوالی ندارید؟ اگه سوالی ندارید یه خیر بنویسید. هنوز آنچنان چیزی نگفتیم. خب من میرم اون نرم افزار دوربین. متشکر. خب نگاه دقت کنید. میخوایم معرفی کنیم. آقا فرض کن ما این سه تا محور رو داریم. محور زد، محور ایکس، محور ایگرگ. اینجا تو استوانه ای هم همینطور. محور ایگرگ، محور زد، محور ایکس. تو کروی هم همینجور. محور Z، محور Y، محور X. خب میبینید که این محورها دو به دو بر هم عمودن.
ها این محورا دو به دو بر هم عمودن. هر محوری هم یه بردار یکه داره دیگه. جلسه پیش گفتیم بردار یکه محور x چی بود؟ x هت بود که با i هت نمایش میدادیم. بردار یکه محور y هت بود، یادتونه بیاد این y هت یا همون j هت، این x هت یا همون i هت، این هم z هت یا k هت. هت به معنی کلاه بود دیگه. بردار یکه یه برداری بود که اندازش برابر یک واحد بود، جهتش در جهت افزایش اون محور بود. درسته؟ خب اینا رو تعریف کرده بودیم جلسه پیش. حالا میخوایم یه نقطه رو در نظر بگیریم، کار ما همینه دیگه. امروز میخوایم یه نقطه رو در نظر بگیریم، اون یه نقطه رو بگیم تو مختصات مستطیلی چجوری به دستش بیاریم، تو مختصات استوانه‌ای چجوری پارامتراشو به دست بیاریم، تو مختصات کروی چجوری به دست بیاریم. ببینیم این نقطه آ تو مختصات مستطیلی یا دکارتی چیا رو لازم داشتیم؟ ایکس و ایگرگ و زد. تو مختصات استوانه‌ای رو و فی و زد بود. یادت نرفته که این سه تا طوله، این طوله، این زاویه است، این طوله. تو مختصات کروی هم آر و تتا و فی که این طول هست، تتا و فی زاویه هست. خب همین نقطه آر رو عیناً میخوایم بیاریمش اینجا تو مختصات استوانه‌ای ببینیم چه شکلی میشه. همین نقطه آر رو عیناً میخوایم بیاریم اینجا تو مختصات کروی. گیج نشو ها، از همین الان حواستو خوب جمع کن. ببین عزیزم این نقطه آ تو مختصات مستطیلی قطعاً این نقطه آ یه ایکسی داره، یه ایگرگی داره، یه زدی داره که ستاش هم طوله. قبوله؟ بنابراین من برای نقطه آ می نویستم برای آ باید ایکس رو معرفی کنم برایش ایگرگ و زد. عزیزم این ایکسه ایکس نقطه آ هستا. اگه یه نقطه اینجا بگیرم بی، ایکسی که دارم ایکس نقطه بی هست. ها؟ هر نقطه ای سه تا مختصه منحصر به فرد، یعنی مال خودشه فقط. ایگرگ فقط مال آ هست، زده هم فقط زده آ هست. خب این نقطه آ تو مختصات مستطیلی اگه بخوایم معرفی کنیم این سه تا رو باید براش به دست بیاریم. نقطه آ تو مختصات استوانه اگه بخوایم معرفیش بکنیم این سه تا رو باید بر رو و فی و زدش، زده خودش، روی آ رو باید به دست بیاریم، روش رو باید به دست بیاریم، فیش رو باید به دست بیاریم، زدش رو باید به دست بیاریم. نقطه آ تو مختصات کروی هم سه تا مختصه خودش رو باید به دست بیاریم. آرش رو به دست بیاریم، تتاش رو به دست بیاریم، فیش رو به دست بیاریم. تا اینجا که حل مشکلی، کار عجیبی نکرد. خب بریم ببینیم اول مختصات مستطیلی x و y و z رو چجوری به دست. نگاه عزیزم یه عمود کن به محور زد. کاری نکردی. یه عمود کن به صفحه ایکس ایگرگ. ها حالا اینجا میگی ما صفحه چیه؟ قبل از اینکه عمود رو برات بگم ببین عزیزم این یه صفحه، صفحه ایکس زد، این یه صفحه، صفحه ایکس ایگرگ، این یه صفحه، صفحه چی؟ این صفحه ایگرگ زد، این ایکس زد، این چیه؟ این هم صفحه ایکس ایگرگ. سه تا صفحه ما داریم. میبینی که این سه تا صفحه دو به دو بر هم عمود هستن. این عمود، این عمود، این هم عمود. قبوله؟ سه تا صفحه داریم. حالا نقطه آ رو میایم عمود میکنیم به محور زد. نقطه آ رو عمود می‌کنیم به صفحه ایکس ایگرگ. اینجا نقطه رو به اون میده دیگه، مثلا سایه‌شو انداخته اینجا. خب حالا همین سایه رو یه بار عمود کن به ایکس، یه بار عمود کن به ایگرگ. چه سختی بود؟ نه. اینی که تو راستای زده ارتفاع میشه، میشه خود زدت، یعنی مختصه زدتو چیه؟ اینه.
از اینجا تا اینجا میشه زد، از اینجا تا اینجا. اونی که زرنگه حواسش جمع، از اینجا تا اینجا هم همین زده هستا. نگو استاد رو شکل اصلا این زده انقدر، این زده انقدر. عزیزم رو شکله، من نمیتونم سه بعد رو تابلو بکشم، مجبورم این شکلی بکشم. اگر اینجا 5 سانتی متر، اینم همون 5 سانتی متر است. منتها چون این باید حجم بشه، باید عمق پیدا کنه، نمیتونیم رو تابلو چیزی بکشیم. یادت باشه این ارتفاعه با این ارتفاع، شما اومدی اینو عمود کردی، این هر چی بهت بده، عددی که رو محور زد بهت میده، ارتفاع هم زده اینه. حالا این عموده رو گفتیم بیا به ایکس، یعنی این نقطه که سایه بود، این سایه رو گفتیم به ایکس عمود کن، هر چی بهت داد این همون ایکسه. عمود کردی به ایگرگ، هر چی بهت داد ایگرگت. نگاه کن، خوب دقت کن، از اینجا تا اینجا زده یا از اینجا تا اینجا فرق نمی کنه، از اینجا تا اینجا ایکسه. ببین این ایکسه، میبینیش این ایکسه، قاعدتا از اینجا تا اینجا هم همینه دیگه. مثل زد که گفتیم اینو روبرویش زده، اینو روبرویش، این ایکسه دیگه. حالا این ایگرگه که از اینجا تا اینجا هست، این ایگرگه با این روبرویش، اینا ایگرگ هست. دیدی ما یه نقطه رو تو مختصات مستطیلی چجوری تعریف کردیم، چجوری ایکس و ایگرگ و زدش رو به دست آوردیم؟ خب این از میتونی اصلا دیگه صفحه ها رو هم برداری، ما فقط برای اینکه بتونی متوجه بشی. خب پس تو مختصات در حقیقت مستطیلی ما سه تا نقطه رو سه تا مختصر رو برای یه نقطه تونستیم به دست، سه تاش هم طول هست. مثلا اینجا 5 سانتی متر، اینجا 15 سانتی متر، اینجا 8 سانتی متر هست. ها ایکسش 8، ایگرگش 15، زدش 10 مثلا. ها خب این برای نقطه آ تو مختصات مستطیلی. من دیگه اینو هم حالا صفحه ها رو بذاریم فرق نمی کنه، میخواییم بریم آ رو تو مختصات استوانهی برد بگیم. خب قبلش یه چیز رو دقت کن عزیزم، گوش کن، ما باید حواس جمع باشه، ما باید تو ذهنمون باشه. اگه شما سر این کلاس بودید، الان حضوری بودید، ممکن بود مثلا یه تعدادتون این سوالی رو که الان من برات میگم ممکن بود بپرس، بگی استاد این نقطه آ، بله یه نقطه تو فضا هست، حالا مثلا ایکسش مثبته، زدش هم مثبته، ایگرگش هم مثبته، اگر نقطه آ بیفته زیر این صفحه یعنی چیش منفی میشه، یعنی زدش منفی میشه، یعنی این ارتفاع بیاد پایین ببره تو، مثلا این اگه این کف این زمین باشه این بره زیر زمین، خب زدش منفی میشه دیگه. ارتفاع که منفی بشه اسمش تو فارسی چیه؟ میگیم عمق. ها به جایی که تو ارتفاع باشه این کف زمین بره پایین، بره تو عمق، پس زدش منفی میشه دیگه. اگر اونجا بود زد و باز میتونیم بگیم بله. اگه ایکس به جایی که جلو باشه بره عقب، بره توی تابلو، این الان بیرون تابلو ایکس مثلا اینجوریه، اون ایکس بره توی تابلو، خب ایکس منفی میشه. استاد میتونیم ایکس منفی رو هم با این مشخص کنیم؟ بله بله. اگه ایگرگ به جایی که بره راست بره چپ، یعنی نقطه بیفته این ور، استاد میتونیم تعریف کنیم؟ بله ایگرگ منفیه. بنابراین بچه ها دقت کنید، هر نقطه ای که شما میخوای در نظر بگیری با سه تا پارامتر ایکس و ایگرگ و زد، با سه تا پارامتر رو فی زد، با سه تا پارامتر آر تتا فی، باید این سه تا پارامتر بتونه هر جایی که تو فضا گفتی رو برات مشخص کنه. یعنی روش باید انقدر قوی و انقدر قشنگ باشه که بتونه همه فضا رو برات پوشش بده. ها یکی نره اونجا بگه من ایکس و ایگرگ زد اونجا نمیفهمم، چون نه بیجا میکنی نفهمی، یا اینه یا اینه یا اینه دیگه، بالاخره یه جوری میتونی تعریفش کنی. همه هم با هم مشترکیم، همه هم میدونیم که وقتی گفتیم مستطیلی یعنی این، وقتی گفتیم استوانه هم نرسیدیم، یعنی این کروی یعنی اون، درسته؟ خب حالا اینی که من میگم همه فضا رو باید پوشش بده، باید یه جوری تعریف کنیم این ستا رو یا این ایکس و ایگرگ و زد رو
که بتونه همه جای فضا رو پوشش بده. مثلا تو دستگاه مختصات مستطیلی x از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت تعریف میشه، یعنی از تمام منفی ها و تمام مثبت ها. ایگرگمون چجوری تعریف میشه؟ تمام منفی ها و تمام مثبت ها. زدمون تمام منفی ها و تمام مثبت ها. همه چی رو پوشش میده. خب این یه دستگاه مختصات ساده هست که خیلی هنری هم توش نیست. یه مثلا یه جای مبدأ من میگیرم این گوشه، اینو نگاه دستم کجه، نگاه کجه، مبدأ میگیرم این گوشه. بعد این اینجا این ارتفاع، این در حقیقت ارتفاع این کلاسه رو میگیرم محور زد، این دستم کجه دیگه، مبدأ هم یعنی اونجا. خب مثلا همین این آیه هست دیگه، مبدأش این پایین هست، میبینی کجه. ها میگم خب دستم رو صاف میگیرم، عمود میکنم به این خط ارتفاعه، عمود میکنم به این، این میشه زد من. هرچی از دست من تا کف هست، تا این کف ها، کف ایکس ایگره، این میشه زد من. خب اینو تعریف کرد. بعد میگم خب ایکس هم رو چجوری تعریف میکنم؟ میگم خب سایه اینو میدونم زمین، اون محور ایکس میشه یه خط، محور ایگرگ هم میشه این خط. مثلا محور ایکس میشه این، محور ایگرگ هم میشه این، زد هم تو مثلا. حالا اینجا زدمون تو ارتفاع هست، ایگرگ اینجوری، ایکس اینجوری. این همین سایه رو انداختم، عمود میکنم به یه خط، بعد عمود میکنم به اون خط دومم، حل میشه دیگه. دو تا عدد به دست میاد، ایکس و ایگرگ. خب یادمونم باشه اینا طولن و محدودشون تمام فضا رو شامل میشه. حالا میخوایم بیایم اینجا، میخوایم بیام همون نقطه آ رو روی روی دستگاه استوانه تعریف کنیم. خوب حواست رو جمع کن، دقت کن. ببین عزیزم، نقطه آ رو اگه بخوای رو استوانه تعریف و روی در حقیقت دستگاه مختصات استوانه تعریف کنی، میای چیکار میکنی؟ میگی من میام عین اون حالت یه عمود میکنم به زد که این زد رو به ام میده، ایناش این سومیه رو به ام میده. اینجا مثل همین گفتیم زداشون یکیه، فرق نمیده. بعد میگم عین همین باز یه عمود میکنم به صفحه ایکس ایگرگ، این سایه نقطه آ هست مثلا، این سایه آ. اینجا هم سایه نقطه آ. خب کار دومی که انجام میدم دیگه نمیام مثل محور ایکس و بیام سایه نقطه آ رو عمود کنم به محور ایکس و ایگرگ، چون من ایکس و ایگرگ اصلا نمیخوام. من چی میخوام؟ من رو و فی میخوام، زد رو مشخص کردم، خلاص تموم. اگر بیام سایه نقطه ها رو به x و y عمود کنم که x و y رو به من میده، من x و y نمیخوام اصلا. چی میخوام؟ من رو میخوام و فی رو. فی که یه زاویه است، گفتم بهتون رو یه طوله. چه طولی هست؟ این سایه رو عمود کردی به این به صفحه x و y، بیا از مبدأ مختصات یه طول رسم کن، اسمشو بذار رو. دیدی؟ این طولی که ما رسم کردیم اسم رو گذاشتیم چی؟ رو. یه طول دیگه. پس رومون هم معلوم شد. از کجا؟ از مبدأ به سایه نقطه آ. خب فی چه؟ فی زاویه بود دیگه. زاویه کی با کی؟ رو با محور ایکس مثبت. حله؟ زاویه بین رو و ایکس مثبت، این زاویه اسمش فی هست. سه تا مختصه دیگه، یه طول، یه طول، یه زاویه. نگاه، طول، زاویه، طول. زدش که همون زد ایکس و ایگرگ و زد مستطیلی هست، رو و فیش متفاوته که اون روه در حقیقت یه طول هست از مبدأ تا سایه، و یه فی هست زاویه بین همون رو با مثبت محور ایکس. خب حالا سوال، من گفتم اینجا اگر بخوام نقطه آ رو تعریف بکنم، یعنی این که نقطه آ باید کجا بره؟ هر جایی تو فضا بره باید من بتونم تعریفش کنم. گفتم بیاد بیرون تابلو، مثلا ایکسش مثبت، بره توی تابلو ایکسش منفی، بیاد تو هوا زدش مثبت، بره زیر زمین که بره تو عمق زدش منفی، بره راست، راست اینجا، بره راست
ایگرگش مثبت، بره چپ ها ایگرگش منفی، این راستمون این چپمون، درسته؟ حالا با این حالته اومدیم این دستگاه رو تعریف کردیم، محدودهاش رو گفتیم و یک نکته مهم من بهتون گفتم، هر نقطه محل تلاقی، تلاقی یعنی برخورد، محل تلاقی سه صفحه است. ببین خوب دقت کن، میخوام بهت بگم چرا ما به این میگیم استوانه، چرا اینو داریم میگیم کره، چرا به این میگیم مستطیل. خوب دقت کن، اگر تونستی تو هر دستگاه مختصاتی اون سه تا صفحه رو پیدا کنی قضیه حله، یعنی دیگه مغزت کار کرده. من میخوام تو دستگاه مختصات مستطیلی سه تا صفحه رو پیدا کنم. سه تا صفحه عزیزم، این صفحه ایکس زد رو میگیری میاریش جلو میرسونیش به آ، صفحه ایگرگ زد پشتیه میاریش جلو میرسونیش به آ، صفحه ایکس ایگرگ پایینی میاریش بالا میرسونی به آ. سه تا صفحه ها رو به هم دیگه تلاقی میدی، میشه یه نقطه ازشون به دست میاد. صفحه ها چه شکلیه؟ مستطیلیه. حله؟ چرا به این میگیم مستطیل؟ چون صفحه هاش مستطیلیه، درسته؟ حالا چرا به این میگیم استوانه ای؟ همانطور که استاد شریفی فرمودن، چون صفحه هاش استوانه تشکیل میده. بله درسته، همینه، چون صفحه هاش میتونه استوانه تشکیل بده، بهش میگیم استوانه ای. به عبارت بهتر عزیزم خوب گوش کن، یه بیان ساده میخوام بهت بگم، نقطه ای که اینجا داری، حالا اینجا رو بهت بگم، میگیم نقطه آ، بذار با قرمز بنویسم بره تو مغزت، نقطه آ روی مستطیل است، برای همین بهش میگیم مختصات مستطیل. پس اینجا باید بگیم نقطه آ روی یک استوانه است. چه جالب، پس اینجا چی؟ نقطه آ روی یک کره است. عجب، کار برات راحت تر شد دیگه. شما درسته که من آ رو بهت میگم اینجوری تعریفش کن، اینجوری روفی و زد شده، ولی باید بینید این روفی و زد چیه اون استوانه هست؟ مگه آ رو استوانه نیست؟ باید ببینی روفی و زد چیه اون استوانه هست. خب ببینیم چیه اینجا، اینجا باید ببینی آ رو تتافی چیه اون کره هست، چه نسبت، یعنی کره چجوری ساخته شده از اینها، استوانه چجوری با رو و فی و زد هست، نقطه آ کجای این استوانه هست. خوب دقت کنم، ببینید عزیزم این روی که میبینی اینجا، این روی دقیقا شعاع استوانه هست و سلام نامتم شعاع. دقت کردی؟ این روی که شما اینجا میبینی در حقیقت اینجا این شکلیه ها، این همین روی هست، درسته؟ یه استوانه داریم، به شعاع رو قبوله؟ حالا این دایره پایینه رو دیگه شما حواس باشه، اون تصویر دایره بالایی رو بیاری پایین، رو همینجوری اینجا تشکیل میشه، یعنی دایره پایینی انگار تا اینجا هست، مثلا مثل اینی که ابعادش رو نمیتونیم درست بکشیم، اینجا هم دایره بزرگتر هست. خب رو شعاع استوانه هست، شعاع اون استوانه هست. ما میخواییم ببینیم آ کجای یه استوانه قرار میگیره. ببین عزیزم، فرض کن این استوانه اینه، این استوانه هست،
نقطه آ مثلا اینجا هست. خب اینجا ما چجوری میتونیم؟ اینجا رو رو تعیین میکنیم، درسته؟ رو تعیین میکنیم. رو مقدار در حقیقت فاصله، یعنی مقدار بیرون اومدن اون نقطه از صفحمون هست، مقداری که اومده تو فضا، اومده بیرون. ها دقت میکنی؟ اینجا تو این شکل رو اینجا اینجوری تعریف میشه، مقداری که اومده بیرون. حالا پس رو چی رو داره به ما نشون میده؟ رو بزرگ و کوچیک شدن این استوانه ها رو داره برای ما مشخص میکنه. یعنی میگه استوانه چقدر بازه یا چقدر بسته هست. شعاع استوانه، شعاع استوانه همینه دیگه، استوانه رو معلوم میکنه که چقدر در حقیقت باز و بسته میشه. خب این نقطه آ اینجا. حالا شما روی یک استوانه اول که شعاعش رو پیدا میکنیم ببینی این چقدر استوانه، بعد که میخوای ببینی این آ کجا هست، یه حالت داری باید بفهمی چقدر بالا و پایینه. یعنی آ اینجاست، 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 یعنی نسبت ارتفاعش رو پیدا کنی که میشه زد. یعنی هر زدی که شما پیدا کردی ارتفاع استوانه رو داره از این کف بهت میده، از این مثل این کف صفحه x y، از این کف زد همین بود دیگه، زد این فاصله بود، این فاصله زده، یعنی ارتفاع از کف داره بهت میده. رو استوانه هستی یا یاد نره، ارتفاع از کف داره بهت میده که چقدر بالا و پایینه. جلو و عقبش هم که با آر داره نمایش میده. میزان چپ و راست بودنش رو چجوری میفهمی؟ یعنی این که این جلوی استوانه باشه، مثلا اگر این استوانه باشه، نگاه دقت کن، اگه این استوانش آمون آ اینجا باشه، اینجا باشه، اینجا باشه، این پشت باشه، این ور باشه، این ور باشه، مقدار چرخش در حقیقت اون نقطه آ که حالا جلو و عقب، چپ و راست، بالا و پایین، ببخشید چرخش در حقیقت، مقدار چرخش دور تا دور استوانه، مقدار چرخش رو با کی مشخص میکنیم؟ با فی. ببین فی میتونه از اینجا تا اینجا بچرخه دور استوانه، هر جا زاویش، مثلا اینجا از 0 تا 90 دیگه، مثلا اگر این جلوی استوانه این ور باشه میشه مثلا زاویه 0، اگه 45 درجه بود اینجا هست، اگه 90 درجه بود دقیقا اینجا هست، بیشتر از 90 درجه میره پشت، مثلا اینجا هم میفته تا 180 درجه، 180 تا 270 میفته اینجا، 270 تا 360 میفته از اینجا تا اینجا میفته. هر جایی رفت این نقطه آ ما میتونیم مشخص کنیم. مقدار جلو و عقب رفتنشو با رو نمایش میدیم، با شعاع استوانه، مقداری که جلو و عقب. مقدار بالا و پایین رفتنشو با کی داریم مشخص میکنیم؟ با زد. مقداری که میچرخه جلو و عقب استوانه میره، پشتش میره، اینو با چی؟ با فی. بنابراین محدوده های ما مثل اینا که محدوده مشخص کردیم، سه تا مختصمون محدوده هاشو گفتیم دیگه، اینجا هم باید محدوده هاشو بگیم. رو محدودش چیه؟ از صفر تا بی نهایت هست. اگر صفر بشه دیگه استوانه جمع جمع میشه، این رو مون. اگر رو زیاد بشه استوانه بزرگتر میشه. پس رو از صفر تا بی نهایت. فی چیه؟ فی از صفر تا کل دایره میچرخه دیگه، تا دو پی، صفر تا دو پی. زد چیه؟ زد چی بود؟ گفتیم زد اینجا همین زد اینجا هست دیگه، یعنی بالا تا پایین، ارتفاع و عمق، یعنی زیر صفحه ایکس دیگه هم زد باید بتونه ساپورت کنه. از منفی بی نهایت، خب مساوی نمیتونیم بذاریم، تا مثبت بی نهایت. خب دقت کردی؟ دقت کردی رو و فی و زد چه شکلیه؟ حواستون باشه کلاس بسته نشه. خب 30 ثانیه دیگه کلاس بسته میشه، چون اینا یک ساعته تعریف کردن، دیگه حواستون باشه 20 ثانیه دیگه. خب حواست جمعه. پس این شد سه تا مختصه یه استوانه.
می‌بینی که یه استوانه بهت میده روف یو زد ها؟ خب حالا من همجور منتظرم این رو پنجایی مرمان 10 دقیقه جا داریم. خب برم روی نرم افزار دوربین. خب میخواییم بریم روی کروی. اینا رو که تعریف کردیم بعد میگیم چجوری به هم تبدیل میشن ها. مثلا چجوری X میتونه به رو وی یا Z تبدیل بشه، چجوری Y میتونه به اینا تعریف ها رو برای تبدیل ها رو براتون میگیم. میخواییم بریم سراغ کروی. خوب دقت کن، حواس جمع باشه. برای کروی چیا رو احتیاج داشتیم؟ آر، تتا، فی. آر گفتیم یک طول هست، تتا و فی چی هستن؟ زاویه. خب نگاه خوب دقت کن، برای اینکه آر رو به دست بیاری از مبدأ مختصات به نقطه آ یه خط میکشی، اسم میذاری آر. به همین سادگی همون اول کار من اینو انجام میدم، از مبدأ مختصات به نقطه آ یه خط رسم میکنم میشه آر. اگه زرنگ باشی حواست جمعه، تو فیزیک به این آره میگیم بردار مکان. اگه جهت بهش بدی، مثلا ابتداش بذاری، مبدأ انتهاش بذاری، نقطه مورد نظر، این آر چی هست؟ بردار مکان هست. همیشه بردار مکان از مبدأ مختصات به جایی که جسم هست رسم میشه. حالا ما جسم نداریم، یه نقطه داریم، این آر رو فقط ریاضیاتی داریم الان تعریف میکنیم، فیزیک الان تو ذهنمون اصلا نیست. خب بیام اینجا، پس این آرمون مشخص شد دیگه، از مبدأ مختصات به در حقیقت جایی که جسم هست. تتامون چیه؟ زاویه بین این آر با محور زد، این میشه تتامون. چه راحت. فیمون چیه؟ فی رو اگه بخوای تعریف کنی عین این باید تعریف کنی فی رو، یعنی یه عمود میکشی اینجا، از اینجا تا اینجا یه خط میکشی، اینم میشه فی. پس شد آر تتا فی. عزیزان اونایی که زرنگ هستن، اونایی که حواسشون جمعه، این روی که اینجا هست دقیقاً تو کروی اینجا میبینیش، این رو هست. روی که تو استوانه اینجا هست دقیقاً تو کروی میتونی ببینیش، یا آری که اینجا تو کرویه تو استوانه اینجا هست. میبینی این آره تو استوانه اینجا هست. اگه کسی حال و حوصله ستا رو میتونه با یکی یه دستگاه به چیز ستاش توش باشه. خب اگه یه ذره ریاضیات قوی تر باشه متوجه میشی که رو، این روی که اینجا هست، تصویر آر رو محور رو صفحه ایکس ایگرگ، رو تصویر آر رو صفحه ایکس ایگرگ. حالا کاری نداریم اینا رو دقت. پس آر و تتا و فی رو ما کشیدیم، اما هر کشیدنی باید اون شکل رو برای تو مشخص کنی که بفهمی از کجا مثلا آر و تتا و اینجا گفتیم رو و فی و زد چجوری استوانه رو تعریف کرده. روی یه استوانه وقتی آر رو نر نظر میگیری که به سه تا مختص رو فی و زد رو میده، گفتیم به چجوری اینا کشیدیم، میگفتیم رو شوها استوانه هست، اینو میچرخونی به اندازه فی میشه یه استوانه، زدم که بالا و پایینش. حالا اینجا رو هم باید بگی آر و تتا و فی چجوری یه کره رو داره تعریف میکنه. آر رو بگیر شعاع کره، یه طول دیگه، آر رو بگیر شعاع کره. خب بالا و پایین رفتن توی کره رو من الان یه کره برات بکشم که آر مثلا شعاعش باشه، یه کره هست، حالا شکل دایره کشیدم ولی میخوام شلوغ نشه، کره رو اینجوری میکشیم، حالا میخوام شلوغ نشه کره رو این شکلی نکشیم. خب آر پس شعاع کره، اینی که نقطه آر روی این کره بتونه بالا و پایین بره با کی هست؟ با زاویه تتا. ببین زاویه تتا اگه آر بسته بشه این بالا هست، اگه این باز بشه بیاد پایین، یعنی زاویه تتا داره زیاد میشه.
بیاد پایین 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 تا اینجا بیاد تتا هر معلوم میکنه ها؟ پس تتا هست که میتونه بالا و پایین مشخص کنه. جلو و عقب، چپ و راست، اینا با خود آر دیگه. آر داره بزرگی کره رو برای تو نمایش میده. اما اینی که جلوی کره باشه، چپ و راست، پشت کره، یعنی بتونید این کره بچرخی، این چرخش اینجوریه رو فی معلوم میکنه، مثل استوانه. بالا و پایین کره رو تتا، یعنی اون زاویه‌ای که با محور زد داره میسازه معلوم میکنه. بزرگ و کوچیکی اون کره رو، یعنی این که بیاد بیرون صفحه خیلی یا بیاد داخل صفحه، اینو کی مشخص میکنه؟ اینو آر مشخص میکنه، شعاع کره. پس یه محدوده اینجوری باید براش تعریف کنه. شعاع کره عزیزان از صفر تا بی نهایت. حله؟ خب تتا و فی اینا رو باید مشخص کنیم. فی که این همینه دیگه، از صفر تا دو پی، چون به اندازه یه دایره دور تا دور میتونه بچرخه دیگه، 360 درجه. اما تتا چیه؟ عزیزان تتا زاویه با محور زده، اگه محور زده بکشیم بیاریم پایین تر عمق بهش بدیم، تتا از اینجا تا اینجا هست، یعنی بالای محور زد از 0 تا 90، پایین محور زد از 90 تا 180 میشه. یعنی تتا نهایتاً یه نیم دایره میسازه، در صورتی که فی نهایتاً یک دایره کامل میسازه. ببین 0 تا 2 بیه دیگه تا 360 درجه. پس تتا که میخواد یه نیم دایره از 0 تا 180 بسازه، این میشه از 0 تا پی. یعنی تتامون باید از 0 تا پی، اون بالا و پایینه، از 0 تا پی باشه. آرمون کوچیک بزرگ بودن کره باید از 0 تا بی نهایت باشه. فی که جلو عقب کره و دور کره رو مشخص میکنه باید از 0 تا 2 پی باشه. ببین متوجه شدی ما اون سه تا مختصر اولش چجوری به دست میاری؟ ما اولش بهت گفتیم چجوری به دست میاری، بعد گفتیم خیر خوب حالا که فهمیدی چجوری به دست میاد، بهت بگیم که چرا به این نام خونده شده. چرا اینو میگیم دستگاه مختصات مستطیلی، اینو میگیم استوانه، اینو میگیم کره؟ این مستطیل درست میکنه برام، این استوانه درست میکنه، این کره درست میکنه برام، درسته؟ یعنی نقطه آ توی این دستگاه مختصات روی مستطیله، نقطه آ اینجا روی یه استوانه، روی سطح جانبی یه استوانه هست. نقطه آ توی این دستگاه مختصات روی سطح جانبی یه کره قرار میگیره. حالا اینکه جلو و عقب، بالا و پایین، چپ و راست، پشت اینا قرار بگیره، با اینا، با آ را تتافی، اینجا رو استوانه که کجاش هست با رو و فی و زد، اینجا که کجای اون شکلمون هست، دستگاه دکارتمون هست، با ایکس و ایگرگ و زد مشخص میکنه. خب عزیزان تا اینجا سوالی ندارید؟ من برم نرم افزار اسکایروم. توضیح میدادیم که دیگه بسته شد همونجا که زده میخواستین توضیح بدین. میگم من رو... آره تموم کردین. این دایره که الان دوره چی کشیدین اون نبود، این دایره نبود. بله این دایره کلا نبود ها. بله. خب یعنی اینو باید کلن از اول، یعنی اینا رو نداشتی، ندیدی اینا رو؟ اینا رو گفتین، اینا رو گفتین، بعد اون دایره رو همه کامل نکشیدی بودین که تمام شد. خب اینا رو پس گفت، اینا رو پس متوجه شدید دیگه. بله. یک کره چجوری تشکیل میشه، درسته؟ بله بله. خب قسمت کرویش بود. بله. خب آقای رفیعی هم دستشون بلند کردن. آقای رفیعی بفرمایید. سلام و سپاس نباشید. سلام عزیزم جان. صدات خیلی بده رفی. الان صدا خوب استاد. آه باریکل الان خوب شد. خب میگیم استاد قسمت کروی رو اصلا کامل توضیح ندادیم، راحت شد. این قسمت رو دیدی؟ اینا رو که محدوده رو معرفی کردی؟ نه اینا رو ندیدی. ها اینا رو اصلا ندیدی؟ نه آه چون گفت آقای افشار گفت دیدیم اینا. خیلی باش از اول اصلا کرویه رو براتون میگم. تشکر. خواهش. خب من چون یه بار کرویه رو گفتم دیگه اینجا ضبط و قطع میکنم، بعد از ادامهش ضبط میکنم.
خب اینو پاس کردیم. بریم سراغ ادامه درسمون. خب این نکته ها رو هم توضیح دادیم، بریم سراغ ادامه درس. الان اگر مشکلی ندارید و میدونید که دستگاه های مختصات چی هستن، از چی تولید شدن، به وجود اومدن و نقطه آ که از همه مهمتر اینه، نقطه آ رو ما روی این دستگاه مختصات چجوری نمایش بدیم، اگر سوالی ندارید یه خیر بنویسید. متشکر. خب من میرم اون نرم افزار دوربین. خب عزیزان این نقاط ما نوشتیم، اینا رو بذارم کنار دیگه. خب گفتم اگر کسی حوصله داشته باشه، زرنگ باشه، میتونه هر سه تا دستگاه مختصات رو توی یه شکل بکشه. ها مثلا اینجا این رو گفتم بهتون، همین رو اینجا هم میبینیش، این آر اینه، این آر رو اینجا هم میبینیش، تتا رو اینجا رو هم میبینیش، از اینجا تا اینجا ایکسه، این ایکس رو اینجا هم میبینی، ایگره رو اینجا هم میبینی دیگه. من تونتون کشیدم همه رو یه محور کشیدم، یعنی الان این روی دستگاه کنی ایکس و ایگره و زد، آر و تتا و فی، رو و فی و زد همش مشخص شد. خب این تا اینجا میخواییم بریم ببینیم که یک در حقیقت نقطه رو چجوری تبدیل بکنیم. من سعی میکنم اینو دیگه نگهش دارم. خب اینا رو پاک میکنم که دیگه شکل رو میدونی چی هست. میخواییم بریم یه سری تبدیل ها رو انجام بدیم رو دستگاه مختصات. خب بیام اینجا، خوب دقت، میخوایم تبدیل انجام بدیم. تبدیل یعنی چی؟ یعنی مثلا تو بتونی با استفاده از x و y و z مثلا رو به دست بیاری، فی رو به دست بیاری، آر و تتا رو به دست بیاری. پس یه سری تبدیل ها رو میخوایم انجام بدیم. تبدیل نقاط، تبدیل نقطه، خب اینجا من می‌نویسم با داشتن x و y و z میخواهیم رو و فی و z را به دست آوریم. یعنی تو مسئله x و y و z رو بهت داده، میخوای رو و فی و z رو به دست بیاری. این همین اینجا هم می‌نویسیم، تبدیل نقطه با داشتن x و y و z می‌خواهیم آر و تتا و فی را به دست آوریم. ها این یه تبدیل که می‌خوایم انجامش بدیم. خوب دقت کن، شکل رو میتونم براتون بکشم و حالا می‌کشیم ببینیش. این کاری به دستگاه مختصات مستطیلی نداشته باش فعلا. من شکل رو بکشم برای استوانه ای Z X Y. این نقطه بود، گفتیم از اینجا تا اینجا میشد Z، از اینجا رو، این هم که میشد فی، این استوانه ای بود دیگه، درسته؟ میخوام ببینیم اینا چه نسبتی دارن. ببینید زد استوانه این ایکس و ایگرگ و زد که کجا بود؟ توی مستطیلی بود. اینم استوانه، این مستطیلی، این کروی. یعنی الان تبدیل نقطه مستطیلی به کی؟ به استوانه داری. خب خوب حواستو جمع کن.
گفتم میتونی سه تا شکل رو یه جا بکشی. حالا ما دو تاشو با هم میکشیم. چون میخوایم استوانه مستطیلی رو به هم تبدیل بکنیم، اینو گفتیم میشه x از اینجا تا اینجا y، اینم که z هست. خوب دقت کن. زدش که خودشه. گفتیم زداشون فرقی نمی‌کنن دیگه. پس z همون z. زد هموز میخواییم رو و فی رو به دست بیاریم. نگاه کن عزیزم، این عمود کردی دیگه، یعنی این یه مستطیله، ببخشید یه مثلثه، یه مثلث قائم الزاویه هست که این رو هست، این قائم الزاویه هست. ها، اینی که عمود شده این ایکس بهش عمود شده، این ایکس، این ایگرگ، این هم فیه مثلا. همین جوره دیگه. خب فی رو میخوای به دست بیاری، وتره، وتره مثلث قائم الزاویه میشه چی؟ میشه رادیکال. یه زیرش بتوان دو برای زیر دیگه دم، یعنی وتر فی میشه رادیکال ایکس دو به علاوه ایگرگ دو، یا اینجوری هم بنویسی خیلی کاربرد داره، x دو برای y دو به توان یه دو بود. پس اگه x و y رو داشتی میتونی فی رو به دست بیاری، رو رو به دست بیاری. فی چجوری به دست میاد؟ فی زاویه است، باید از نسبتهای مثلثاتی استفاده کنی. من میخوام فی رو با کیا به دست بیارم؟ با x و y میخوام به دست بیارم. حواست هست؟ میخوام فی رو با کیا به دست بیارم؟ با x و ایگرگ میخوام به دست بیارم. نگی فی رو با رو به دست، با رو رو که بعد به دست. اگه ایکس و ایگرگ و زد و اینا رو داشته باشیم میخوایم بریم رو و فی و زد رو به دست بیاریم. پس فی رو من باید با ایکس و ایگرگ، ایگرگ ضلع مقابل به زاویه فی هست، ایکس ضلع مجاورشه. میتونیم از تانجانت استفاده کنیم، بگیم تانجانت فی اینجا، تانجانت فی میشه ضلع مقابل به مجاور ایگرگ به ایکس. پس اگر خود فی رو خواستی به دست بیاری میشه تانجانت اینورس ایگرگ ایکسون. نگاه گیج نشو، این تابع معکوس مثلث گیجت نکن، تو برو همینو بنویس، بنویس تانجانت فی مساوی ایگرگ به ایکس، نتیجه فی میشه اینقدر. مثلا اگر تانجانت فی شد رادیکال 3 سوم، تانجانت چه زاویه رادیکال 3 سوم؟ 30 درجه، یعنی فی هست 30 درجه. فی زاویه است دیگه، باید در اصل درجه بود. خب زد هم که همون زد، یعنی اگه x و y رو زدی یه نقطه رو به دادن گفتن رو و فی و زدش رو به دست بیار، تو همین رابطه بنویسی به دست، زدش رو خودش نگه میداری، رو رو که میگی این x به توان دو برای y به توان دو بنویسی، بعد یه جذر ازش میگیری. فی رو هم اگر خواستی به دست بیاری میگی من تانجانت فی میشه y به x، y رو به x تقسیم میکنی، تانجانت فی رو به دست میاری، بعد میگی تانجانت فی شده اینقدر، حالا فی چند درجه میشه، تانجانت چه زاویه‌ای میشه اینقدر، فی رو هم بنویسی، تموم میشه میره. این از این. حالا اگه بخوای معکوس عمل کنی، یعنی چی عزیزان معکوس عمل کردن؟ یعنی x و y و z رو بخوای به دست بیار. بذار من اول تبدیل نقطه این ور رو هم انجام بدم، بعد بریم معکوسش. خب اون تبدیل بعدیه برای کرویه، دقت کن. برای کرویه گفتیم این نقطه آ بود، این آر بود، از اینجا تا اینجا هم تتا بود، اینم فی بود، قبول نقطه آ. خب نقطه آ اینجا هست، شما میتونی باز این باز ایکست، این ایگرگت، اینم زدت. آر بردار مکان میتونه باشه دیگه، گفتم تو فیزیک آر میتونه بردار مکان باشه. میخوای آر و تتا و فی رو به دست بیاری. آر یه برداریه تو فضا که از ایکس و ایگرگ و زد تشکیل شده، یعنی طولش ایکس، عرضش ایگرگ، زدش هم که ارتفاعش هم زده، بنابراین اندازش میشه رادیکال ایکس دو به علاوه ایگرگ دو به علاوه زد دو، یا گفتم اینجوری هم خیلی کاربرد داره، x دو به علاوه y دو به علاوه z دو تو پرانتز، نهایتاً به توان 1 دو. این آرته، چون تو فضا از میاد بیرون.
آر وقتی تصویرش بیفته روی صفحه ایکس ایگرگ میشه تازه رو، یعنی زدش حذف میشه. وقتی بیفته رو صفحه ایکس ایگرگ یعنی ارتفاعش صفر شده، یعنی زدش صفر شده. یعنی همین آر رو اگه زدش رو صفر بگیری میشه ایکس دو، رادیکال ایکس دو به علاوه ایگرگ دو. میبینی رادیکال ایکس دو به علاوه ایگرگ دو کیه؟ رو هست، درسته؟ خب حالا میخوای تتا رو به دست بیاری. قبول داری تتا اینجا هست، اینم عموده، یعنی ما میتونیم یک مثلث قائم الزاویه داشته باشیم. این تتا مونه، اینه دیگه، این مثلث هست، این آر مونه، اینم زد مونه. قبوله؟ حالا میتونی بگی اگه گفتی سینوس، سینوس تتا، تتا زاویه است دیگه، باید با سینوس کوسینوس و اینا کار کنی، یا مثلا اونجا فی رو با تانجانت کار کردیم. اگه گفتی سینوس، سینوس تتا میشه ضلع مقابل به وتر. این مقابله الان برای ما چیزی نمیده. پس با کوسینوس کار، کوسینوس تتا میشه مجاور به وتر، زد به آر. بنابراین میتونی بنویسی کوسینوس تتا میشه زد به آر. همینجوری میتونی مثلا حل کنی، ولی اینجا برای که شیکتر بشه تتا رو می‌نویسیم کوسینوس اینورس زد به آر، یعنی کوسینوس اینورس زد بخش بر آر. آر چی بود؟ آرم همین بالایی بود دیگه، ایکس دو به علاوه ایگرگ دو به علاوه زد دو به توان یه دو. حله؟ اینم میشه تتا. یا میتونه بیا اینجا بنویسی کوسینوس تتا میشه زد به آر، به دستش بیاری مثلا کوسینوس تتا اگر شد هشدهم، کوسینوس تتا اگه جوابت شد هشدهم، کوسینوس چه زاویه هشدهمه؟ کوسینوس 37 درجه، یعنی تتامون 37 درجه. آر رو داریم مثلا، تتامون هم شد 37 درجه. فی چیه؟ فی هم این همینه دیگه، فی استوانه ایه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. فی هم میشه تانجانت اینورس ایگرگ به ایکس. پس عزیزان اگر ایکس و ایگرگ و زد رو بهت داده بود، بیا بذارش توی این رابطه، سریع آر رو به دست بیار. میخوای آر و تتا فی رو به دست بیاریم دیگه. اگه ایکس و ایگرگ و زد رو بهت داده بود، میخوای تتا رو به دست بیاری. تتا مخروطه بود، میشه کوسینوس اینورس زد آروم. گفتم نمیخواد بنویس کوسینوس اینورس، کوسینوس تتا رو به دست بیار، زد آروم بنویس، بعد بگو مثلا اگه شد 8 تتا 37 درجه است. حله؟ میخوای بری فی رو به دست بیاری. فی کروی همون فی استوانه ای هست، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا فیمون شد تانجانت اینورس دیگه ایکس، همینجا هم گفتیم برو تانجانت رو به دست بیار، بعد برو فی رو محاسبه کن. میخوایم قشنگ بشه اینجوری مینویسیم، وگرنه هیچ کاربردی تو مسئله اینا نداره. باید بری ایگرگ به ایکس رو به دست بیاری تانجانتشو، بعد ببینی که در حقیقت ایگرگ ایکسون تانجانت چه زاویه. خب اینم از فی، آر و تتا و فی، رو و فی و زد رو مشخص کردیم. حل بچه ها؟ خب این تبدیل دکارتی بود به استوانه ای، یا تبدیل مستطیلی هست به کروی، دکارتی به کروی. حالا میخوایم ببینیم اگه برعکسش رو هم داشتیم چی کار کنیم. خوب دقت کن، میخوایم اینجا تبدیل نقطه، تبدیل نقطه برعکسش با داشتن رو و فی و زد میخواهیم ایکس و ایگرگ و زد را به دست آوریم. عکسش دیگه، مثل اینجا بیایم یه تبدیل دیگه انجام بدیم، تبدیل نقطه، یعنی بیایم با داشتن ایکس و ایگرگ و زد میخواهیم رو و تتا و فی را به دست آوریم. قبوله؟ خب بیایم اینجا این x رو میخواییم از این استوانه یه دیگه اینجا هست دیگه، پس ما باید x و y و z رو اینجا به دست بیاریم. قبوله؟ x y z x اینجا، خوب دقت کن، ما اینجا چی داریم؟ الان یک مثلثی داریم که این فی هست، این روه، این ایگرگ، این ایکس تو دستگاه استوانه. خب حواستو جمع کن،
میخوایم با داشتن رو و فی و زد بریم ایکس و ایگرگ و زد رو به زد که خود زد فرقی نمی کنه، این هیچ. میخوایم با داشتن رو و فی بریم ایکس و ایگرگ رو به دست بیم. خب خیلی ساده است، یعنی ما این زلعه رو میخوایم با داشتن این رو و فی به دست بیاریم. چجوری؟ میگیم مثلا کوسینوس فی میشه ایکس به رو، کوسینوس فی میشه زل مجاور به وتر، کوسینوس فی میشه ایکس به رو، پس ایکس میشه رو کوسینوس فی. ببین چه راحت شد، ایکس میشه رو کوسینوس فی. پس اگر رو و فی رو داشته ایکس رو به دست میاره. حالا ایگرگ رو میشه رو سینوس فی. از کجا؟ میگیم سینوس فی میشه ضلع مقابل به وتر ایگرگ به رو، پس ایگرگ میشه رو ضرب در سینوس فی. ببین عزیزان چی کار کردیم، اگه ایکس و ایگرگ و زد رو داشتیم میتونیم رو و فی و زد رو باهاشون به دست بیاریم، اگر رو و فی و زد رو داشتیم هم میتونیم به راحتی ایکس و ایگرگ و زد رو محاسبه کنیم. بریم توی دستگاه مختصات کروی، ایکس و ایگرگ و زد رو میخوایم از اینا به دست بیاریم. خب این دستگاه مختصات کروی رو من زد بزرگتر بکشم که راحت تر باشی. این نقطه آ، این بردار آر، این سایه آ، درسته؟ اینم فی، اینم تیتا. خب ایکس و ایگرگ و زد من کجاست عزیزم؟ اینجا هست، اینجا ایگرگ، اینجا ایکس، اینجا هم زد. زد رو قبول داری اینجا ما میتونیم وقتی میخواستیم تتا رو بنویسیم میگفتیم نگاه این چیه؟ این مثلثه هست دیگه، این تتا، این زد، اینم آ. کوسینوس تتا میشه ضلع مجاور به وتر، کوسینوس تتا میشه زد به آر، یعنی خود زد میشه آر کوسینوس تتا. من زد رو اول بنویسم که راحت تره. زد هست آر کوسینوس تتا، یعنی با داشتن آر و تتا و فی میخوایم ایکس و ایگرگ و زد رو به دست بیاریم. خب آر و تتا رو داریم، آر رو ضرب در کوسینوس تتا میکنیم میشه زد. بریم سراغ ایکس و ایگرگ. ببینید عزیزم ایکس و ایگرگ رو وقتی میخوای به دست بیاری باید حتما بدونی که این چیه اینجا. این یادت رو بود؟ بهش میگفتیم رو. گفتم رو چیه؟ سایه آر رو محور رو صفحه ایکس ایگرگه. خب سایه آر رو صفحه رو محور زد، این محور زد، سایه آر رو محور زد که میشه از اینجا تا اینجا میشه آر کوسینوس تتا. زدت دیگه، زدت میشد آر کوسینوس تتا. سایه آر رو محور، چون داری خلاف زاویه تتا میخوای بندازیش اینور، این به جایی که بشه آر کوسینوس تتا میشه آر سینوس تتا. پس این سایه شد آر سینوس تتا اینجا. خب میگه اینجا به چه درد من میخوره؟ میگم کاری نداری که، بیا عزیزم مگه این قائم الزاویه نیست؟ ببین اینجا یک مثلث قائم الزاویه داریم، وترمون هست آر سینوس تتا. هله این وترم، اینم تتا هست دیگه، این ایکس، این ایگرگ. قبول داری کوسینوس، ببخشید این فیه اینجا، او دقت کن، قبول داری کوسینوس فی میشه ضلع مجاور به وتر؟ نگاه کن من می‌نویسم اینجا کوسینوس فی میشه مجاور که ایکس به وتر که آر سینوس تتا هست. پس ایکس طرف این وسطه کن میشه آر سینوس تتا کوسینوس فی، درسته؟ پس اینجا ایکس رو می‌نویسیم آر سینوس تتا کوسینوس فی. قبوله؟ تا اینجا که مشکلی نداریم دیگه، درسته؟ خب میخوایم بریم ایگرگ رو به دست بیاریم. قبول داری ایگرگ رو وقتی میخوای به دست بریم با سینوس فی کار کنی، سینوس فی میشه ضلع مقابل به وتر، میشه ایگرگ به آر سینوس تتا. سینوس فی میشه ایگرگ بخش بر آر سینوس تتا.
نتیجه ایگرگ میشه چی؟ آر سینوس تتا سینوس فی. اینجا میشه آر سینوس تتا سینوس فی. اونایی که میخوان حفظ بکنن یادشون باشه ایکس آر سینوس تتا کوسینوس فی، ایگرگ میشه آر سینوس تتا سینوس فی. نگاه اینجا سینوس تتا سینوس تتا، بالای کوسینوس فی زیر سینوس فی، زد هم که هست آر کوسینوس تتا. ببین عزیزم ایکس و ایگرگ و زد رو داشته باشی میتونی رو فی و زد رو به دست بیاری، میتونی آر و تتا و فی رو هم به دست بیاری. بعد رو و فی و زد رو داشته باشی میتونی ایکس و ایگرگ و زد رو به دست بیاری، آر و تتا و فی رو داشته باشی میتونی ایکس و ایگرگ و زد رو باز به دست بیاری. این روش تبدیل اینها به همدیگه هست. خب سوالی نداری؟ ببین من فقط نقطه رو دارم بهت میگم که چجوری بیای نقطه رو تبدیل کنی، یک نقطه رو توی دستگاه مختصات مثلا دکارتی یا مستطیلی تبدیلش کنی به دستگاه مختصات، یعنی ببریش توی دستگاه مختصات استوانه، یا همین نقطه رو از دستگاه مختصات استوانه ببریش به دستگاه مختصات کروی. روش تبدیلش رو الان به گفتیم. خب اگر سوالی نداری یه خیر بنویسید. خب عزیزم تو که فقط نشستی گوش میدادی دیگه، این گشنمونه چیه؟ خب منم گشنم، منم از صبح تا حالا دارم درس میدم، بالاخره ما تشنمون میشه گشنمون میشه، من دیگه چند برابر تو دارم اذیت میشم دیگه. ببین الان من 2 ساعت فقط دارم فکر میزنم، ها باید از ذهنم استفاده بکنم، بنویسم، وایسادم سر پا، یک لحظه نشنسم من دیگه. این دیگه مشخص هست دیگه عزیزم، خیلی اعتراضی رو این چیزا نداشته باشید دیگه. شما درستون هم مجازیه دیگه، معلوم نیست شما نشستی خوابیدی لم دادی چجوری دمرو هستی به پشتی اصلا معلوم نیست چجوری هستی دیگه، راحت نشستی بر خودت، خلاصه گوشیت هم دستته، لپتاپ تبلت هرچی داری هم دستته، پات هم دراز کردی، داری قصه گفتن من رو گوش میدی فقط، ما هم داریم اینجا برات قصه میگیم. خب بیایم اینجا میخوایم چند تا نمایش رو بهتون نشون بدیم، مثلا نمایش یه بردار یا نمایش بردار مکان مثلا، اینا رو تو دستگاه مختصات های مختلف بهتون نشون بدیم. اگر وقت شد یه مثال براتون حل کنیم، اگر نه یه تمرین بهتون میدیم. خب بیایم اینجا تو دستگاه مختصات مستطیلی نمایش بردار مکان، نمایش یه بردار، مکان رو بنویسیم اول. بردار مکان رو با آر نمایش بدیم، آر میشه ایکس ایکس هت به علاوه ایگرگ ایگرگ هت به علاوه زد زد هت. اینو باید بلد باشید دیگه، این x تصویر بردار آر رو محور x، y تصویر آر رو محور y، z هم تصویر آر رو محور z. خب این نمایش بردار مکان است. نمایش بردار مکان توی استوانه ای که همون آر هست، نمایش بردار مکانمون آر میشه رو راحت به علاوه زد زد هت. ببین عزیزم بردار یکه ها رو ایکس هت ایگرگ هت زد هت همون آی جی کا هست، آی هت جی هت کا، ولی اینجا رو هت و زد هت، این رو هت و زد هت رو در حقیقت بردار یکه، مثلا رو هت عمود بر صفحه هست که گفتم از اون دوتا مختصه دیگه ساخته میشه. ممکنه سوال بپرسی تو، من میرم نرم افزار دوربین، ممکنه سوال بپرسید بگی خب
مگه سه تا مختصه نباید داشته باشه استوانه؟ چرا این بردار مکانی که شما داری مینویسی فقط رو و زد داره؟ فیش کجا؟ میگم فی تو شکم بردار یکه هست، فی در شکم بردار روحت هست. اینو جلسه بعد بهت میگم چجوری تبدیل کنی. مثلا بردار یکه روحت رو وقتی تبدیلش میخوای بکنی توش فیحت هم وجود داره. پس نگران نباش. خب نمایش بردار مکان توی نمایش بردار مکان اینجا آر میشه آر آرحت، همین سادگی دیگه. اون آری که من اونجا نوشتم، این آره خودش یک دیگه زد مثلا داره، یا آرتتاف آرتتافی توی این آرحته هست. خب این نمایش بردار مکان. نمایش یک بردار دیگه، نمایش یک بردار دلخواه آ مثلا، بردار آ نه نقطه آ. عزیزم بردار مکان یک بردار خاصه، یک بردار ویژه هست. ابتداش صفر مبدأ دستگاه هست، انتهاش جاییه که جسم هست، این بهش میگیم بردار مکان. ولی بردار دلخواه آ، بردار مکان تو فیزیکه، بردار دلخواه آ تو ریاضیه. یعنی هر برداری هر جایی، مثلا این تو فضا اینجوری اینجوریش کن اونجوریش کن، ولی بردار مکان اگر اونجا مبدأ باشه همیشه این شکلیه. اگه جسمم اینجا باشه، اگه جسمم اینجا باشه این شکلی میشه، اگه اینجا باشه این شکل، یعنی این ابتداش هیچ وقت تغییر نمیکنه، همیشه مبدأ ابتدای بردار مکان. این بردار خاص هست که فقط تو فیزیک تعریف میشه. نمایش بردار دلخواهمون آ، میگیم تصویر آرو محور X در X حد به علاوه آی Y حد به علاوه آی Z حد. اندازش هم اینجوری میشه، اندازه آ یا همون آ بدون علامت میشه رادیکال آی X2 به علاوه آی Y2 به علاوه آی Z2. حله، این نمایش بردارمون، اینم اندازه بردار. حالا نمایش بردار دلخواه آ تو دستگاه مختصات استوانه ای، بردار آ یه آی رو داریم روحت به علاوه آی فی فیحت به علاوه آی زد زد حد. ببین نمایش بردارا فرقی نداره با هم دیگه. آ تو کروی هم میشه آی آر آر حد به علاوه آی تتا تتا حد به علاوه آی فی بیهد. اینا با هم فرقی نمیکنه، فقط اندازه هاشون یه مقداری متفاوت هست. رادیکال اینجا چی میشه عزیزان؟ آی رو به توان دو به علاوه رو دو آی فی دو به علاوه آی زد. ببین فرقش با اینجا چی بود؟ اینجا مؤلفه ها رو میذاشتیم به توان دو میرسوندیم، جمع میکردیم، بعد جذر میگرفتیم. اینجا هم مؤلفه ها رو میذاریم به توان، فقط وسطی یه رو دو هم اضافهش میکنیم، یعنی آی رو به توان دو آی فی به توان دو آی زد، فقط وسطی یه رو دو هم اضافهش میکنیم. اینجا چی؟ اندازه آ توی مختصات کروی میشه چی؟ آی آر به توان دو، این اولیش، به علاوه آر دو آی تتا به توان دو، دومی هم اینه. اینجا که آر رو دو بود، اینجا یه آر دو داریم، درسته؟ سومی آر دو سینوس دو تتا آی فی به توان دو. ببین تفاوتاشو قشنگ نگاه کن تا مشکلی برات به وجود نیاد. خب فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه، چون باید تبدیل بردارای یکه رو هم براتون انجام بدیم که یه ذره زیاد میشه. پس ما یعنی الان مثال رو هم نمیتونیم، چون باید تبدیل بردار یکه رو حتما انجام بدیم. خب جلسه آینده، جلسه آینده تبدیل بردار یکه به علاوه مثال به علاوه معرفی المان ها به علاوه مشتق ها،
اینا رو برای جلسه آینده انشالله حتما میگیم خدمتتون. سوال اگه سوالی ندارید یه خیر بنویسید. خب انشالله موفق باشید عزیزان. من فیلم رو میذارم براتون انشالله توی آپارات، حتما حتما ببینید، نگاه کنید، برید جزوه چیزی تو اینترنت یا مثلا برید توی این کتابی که بهتون گفتم، کتاب آقای دکتر صفایی یا کتاب در حقیقت نایفه اگه گیرتون اومد. نایفه نمیخواد در سنگین هست، همین کتاب آقای دکتر صفایی کتاب خوبی هست برای شما، خوبه رشته شما، کتاب دکتر صفایی خوبه، برید تهیهش کنید. اگر نه که من اینا رو میذارم براتون، آپارات هست دیگه، فیلمش هست، اینا رو میتونید حالا چک بکنید ببینید چه شکلی هست، ببینید بخونید جزوه برداری بکنید تا انشالله مشکل نباشه. عزیزان درستون سنگین هست، حتما حتما باید تمرین حل کنی، مثال حل کنی، باید درس رو بفهمی. اگر نفهمیدی من اینجا هی میپرسم، هی میگی خیر، نمیدونم، میگم مشکلی نداری، هی میگی خیر، عزیزم یعنی اینکه درس رو فهمیدی. ها اگر سوالی داری دست بلند کن، من مجبورم، حالا مجبور که نه، موظفم، موظفم به تو جواب بدم. ها باید حتما حتما من این مشکلی که تو داری رو رفع بکنم، بعد من از در کلاس برم بیرون. دقت میکنی؟ این وظیفه من، باید به قول معروف یاد بدم. اگر مشکلی داشتی حتما دست بلند کن تا انشالله مسائل حل بشه. خب انشالله که عزیزان روزشون به خیر باشه، موقع افطار همه دعا بکنید، انشالله خودتون، خانوادتون، سلامتی پدر و مادر خودتون و همه مردم ایران، انشالله این کرونا هم سریعتر بره و انشالله شاهد ظهور آقای امام زمان باشیم. انشالله موفق باشید عزیزان. یا علی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.